الهی به امید تو. خاک آزادگان درس 11. به خون گرکشی خاک من دشمن من، بجوشد گل اندر گل از گلشن من. تنم گر به سوزی به تیرم به دوزی، جدا سازی خست سر از تن من. کجا میتوانی ز قلبم ربایی تو عشق میان من و میهن من؟ من ایرانیم، آرمانم شهادت، تجلی هستی است جان کندن من. مپندار این شعله افسرده گردد، که بعد از من افروزد از مدفن من. نه تسلیم و سازش نه تکریم و خواهش، بتازد به نیرنگ تو توسن من. کنون رود خلق است دریای جوشان، همه خوشه خش شد خرمن من. من آزاده از خاک آزادگانم، گل صبر می پرورد دامن من. جز از جام توحید هرگز ننوشم، زنین گر به تیغ ستم گردن من. خب، اما نکات مهم درس. اولا شعر غزل هست. محتوای این غزل وطن دوستی است. وطن پرستی قشنگ نیست، پرستش فقط خاص خداست. نگیم وطن پرستی، وطن دوستی، عرق ملی داشتن، علاقه وافر و بیش از حد به سرزمین و خاک خیش داشتن. پس محتوای این غزل حس میهن دوستی است. به خون گرکشی خاک من دشمن من. اولا دشمن من نقش منادا داره، یک جمله است. ای دشمن من، هر وقت منادا داشته باشیم حس به غیره معنوی معمولا داریم. ای دشمن من با تو هستم. اگر خاک مرا به خون من آغشته کنی، به خون گرکشی خاک من، اگر خاک سرزمین مرا با خون من آغشته کنی، پس نهایت از خودگذشتگی میخواد برسونه. بجوشد گل اندر گل از گلشن من. گل و گلشن مراد نظیر، گل و گل تکرار. جوشیدن گل اضافه، در واقع یه نوع استعاره است، استعاره مکنیه است. گل نمیجوشه، گل از گل جوشیدن کنایه است. گل از گلشن من، گل اندر گل از گلشن من بجوشد، کنایه از این که من، خاک من که به خون من آغشته شود، گلستانی از گلهای سرخ، گلهای لاله ایجاد می شود. گل لاله نماد شهیده، گل سرخ نماد عشقه. پس هر وقت گل رو به تنهایی به کار ببرن، یعنی بدون اسم، نگن گل لاله، گل شقایق، بگن گل، منظور گل سرخ. گل سرخ نماد عشقه و سرخیش اینجا به جهت اون ریخته شدن خون در نظر گرفته. ای دشمن من، اگر خاک مرا با خون من آغشته کنی. جمله رو مرتب کنیم میشه شیوه عادی کلام. معمولا در شعر جای ارکان جمله عوض میشه، دگرگون میشه، جا به جا میشه، به جهت وزن شعر، به جهت آفرینش زیبایی های ادبی جای ارکان جمله عوض میشه. اینو میگن شیوه بلاغی. ما در شیوه عادی معمولا نهاد اول جمله، فعل آخر جمله و سایر اجزا وسط این دو رکنن. اینو میگیم شیوه عادی. الان گل اندر گل از گلشن من بجوشد، بجوشد بعد به آخر. مفهوم این بیت در اصل فداکاری در راه خاک میهن هست. ای دشمن من، اگر خاک کشورم را، خاک سرزمینم را با خون من، خون من را بریزی و خاک کشورم با خون من آغشته شود،
از آن خاک آغشته بخون گلهای متعدد می روید. خاک سرزمین من از بین نمیره بلکه یه گلستان می شود. تنم گر بسوزی، تن مفعوله، میمش مضاف الیه، اگر تن مرا بسوزی به تیرم بدوزی، مفعول جهش ضمیر داره، مرا با تیر بزنی، با تیر دوختن کنایه از تیرهای متعدد به بدن من بزنی، کنایه است. اگر تن مرا، جسم مرا بسوزانی، تیرهای متعدد به بدن من بزنی، جدا سازی ای خستر از تن من، ای دشمن، خصم دشمنه، منادا حسب غینه معنوی، سر مرا از تنم جدا کنی، سر و تن تناسب، قرابت من چی در واقع موقوف المعانیه، کجا میتوانی قلبم ربایی تو عشق میان من و میهن من، استفهام انکاری، نمیتوانی عشق بین من و سرزمینم، رابطه عاشقانه و عشق و علاقه و عرق ملی که من به سرزمینم داری از قلب من بربایی، بدزدی، از بین ببری، کجا میتوانی؟ یعنی نمیتوانی ز قلبم ربایی تو عشق میان من و میهن من. من ایرانیم، من ایرانی هستم، آرمانم شهادت، آرمان من، آرزوی من، میم مضافون علیه، آرمان من شهادت است، تجلی هستی جان کندن من. یه نوع پارادوکس هم داره دیگه، جان کندن من جلوه دیگری از بودن من است، مردن من، به شهادت رسیدن من، کشته شدن من در راه سرزمینم به نوعی دیگر تجلی هستی من است، جلوه‌گری وجود دیگری از من است. تجلی هستی است جان کندن من، جان کندن من تجلی هستی من است. اگه بخوایم مرتبش کنیم، من ایرانیم، آرمان من شهادت از جمله دوم، جان کندن من تجلی هستی من است. یعنی اونجایی که تو مرا حتی بکشی، باز جان کندن من هستی مرا، بودن مرا گواهی میدهد. مپندار این شعله افسرده گردد، افسرده یعنی خاموش، شعله منظور چیه؟ روح میهندوستی و آزادی خواهی. منظور از این شعله حس آزادی خواهی و حقیقت طلبی و حس میهندوستیه، آزادی طلبیه. تصور نکن که این حس میهندوستی و آزادی طلبی من خاموش می شود. حتی اگر مرا بکشی، این شعله از گور من، از قبر من شعله بر می شود، می افروزد، بر می افروزد. افروختن و افسرده گشتن تضاد داره دیگه، نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش، نه در برابر تو تسلیم می شود و نه با تو سازش می کنم، نه تو را احترام می گذارم، تکریمی برای تو قائل هستم، نه از تو خواهش می کنم. ای دشمن، بتازد به نیرنگ تو توسن من. توسن اسب تیزپاس، اسب سرکش. اسبی که من بر آن سوار هستم و با تو می جنگم، در برابر نیرنگ تو تاخت می آورد، به تو به سمت تو حمله بر می شود، هجوم می آورد.
نه با تو نه در برابر تو تسلیم میشوم، نه با تو سازش خواهم کرد، نه تو را احترام قائل میشوم، نه از تو خواهش میکنم، بلکه این حس جنگاوری من که بر اسبی توسن و سرکش سوار است با نیرنگ تو به مبارزه برمیخیزد. کنون رود خلق است دریای جوشان، همه خوشه خشم شد خرمن من. رود خلق اضافه تشبیه، خلق به یک رودخانه تشبیه شده. دریای جوشان استارز ملتی متحد، گروه های مختلف، حزب ها و جریان های مختلف مانند رودخانه هایی هستند که به یک دریا میریزن و دریایی متحد و منسجم و خروشان شکل میدهن. همه فرقه های جامعه من مانند رودخانه هایی هستند که به هم میپیوندن و دریایی خروشان شکل میدهن، دریایی جوشان شکل میدهن. پس رود خلق اضافه تشبیهی، خلق مانند رودخانه هایی هستند یا گروه های خلق که به دریایی جوشان تبدیل میشن. ملت متحد، استار از ملت ایران، ملتی متحد. همه خوشه خشم شد خرمن من. خوشه و خرمن تضاد و تناسب. همه وجود من، خرمن وجود من، این خرمن من استار از وجوده، به تک تک اجزای من به خوشه های از خشم تبدیل شده است در برابر تو. وجود من، سر تا پای وجود من خوشه هایی از خشم است که، یعنی تک تک اعضای من، سلول های وجودی من پر از خشم است در برابر تو. با تو میتازند، با تو میجنگند. من آزاده از خاک آزادگانم، گل صبر میپرورد دامن من. من انسانی آزاده هستم از سرزمینی که آزاد پرور است. من انسانی آزاده هستم از خاک و سرزمین آزادگان. گل صبر میپرورد دامن من. گل صبر اضافی تشبیهیه. صبر مانند گل پرورش مییابد. بله، صبر مانند گل پرورش میده. دامن من یعنی سرزمین من. دامن اینجا وجوده، مجاز از وجود من. وجود من مظهری است از شکیبایی و بردباری که مانند گل میشکفد. دامن من اینجا مجاز از وجوده. وجود من مانند گل. چه نوع گلی؟ گلی که حاصلش صبر و شکیبایی است، میشکفد. وجود من همچون گلی که محصولش شکوفاییش صبر و بردباری و شکیبایی است پرورش میدهد. جز از جام توحید هرگز ننوشم. جام توحید، توحید را مانند توحید و یکتا پرستی را مانند یک شربت، مانند یک آب زلال در جامی، مانند یک شراب در جام میریزند. پس جامه مجاز از اون شرابی که، آبی که، شربتی که نوشیده می شود. جامه توحید در واقع یه نوع اضافه تشبیهیه. توحید را مانند یک جام شراب می نوشم. جامه مجاز از اون شراب است، مست کننده است دیگه. این جام مجاز از محتویات جام بگیریم که شربت، آب، شراب، هر چیزی که در این ظرف باشه دیگه بریزیم. توحید من، یک تاپرستی من مانند شربتی است که در درون جام ریخته شده و فقط آن را می نوشم. جز از جام توحید هرگز ننوشم. زنی گر به تیغ ستم گردن من،
اگر تیغ ستم، تیغی که به نشانه ستم هست، تیغ یعنی شمشیر، اضافه اقترانی، تیغی که به نشانه ستمگری و ظلم و ستم برگردن کسی زده می شود، جز از جام توحید هرگز نشم، یعنی فقط و فقط ندای یکتا پرستی، فریاد یکتا پرستی سر می دهم و شربت توحید و یکتا پرستی را می نوشم. جام و نوشیدنم تناسب داری، حتی اگر با تیغ خودت، با شمشیر خودت که نشانی از ستمگری توست گردن مرا هم بزنی، من دست از این توحید و یکتا پرستی نمی کشم. این مفاهیم این شعر بود. خب محتوای این در واقع قلمروی زبانی این درس، اون شیوه عادی و شیوه بلاغی است. شیوه عادی، در شیوه عادی، شیوه عادی کلام و آنچه که معمولاً ما در زبان معیار به کار میبریم، نهاد در ابتدای جمله و فعل در انتهای جمله باید باشه. اما به جهت وزن شعر، آفرینش زیبایی های ادبی، گاهی اوقات ما جای این ارکان رو عوض میکنیم. یعنی ممکنه فعل ابتدای کلام بیاد، وسط کلام بیاد، انتها نیاد، یا نهاد بیاد بره آخر کلام، وسط کلام، بعد از مفعول بیاد. اول ما باید نهاد داشته باشیم، انتها هم فعل، وسط این دو رکن، حالا مسند، متمم، مفعول، مضاف الیه، صفت، قید، هر چی هست. وقتی که این جا به جایی اتفاق بیفته بهش میگن شیوه بلاغی، یعنی آنچه که باعث شده که زیبایی ادبی شکل بگیرد. کلام از حالت عادی خارج شده، بلکه به جهت بلاغت و اون آفرینش زیبایی ادبی ترتیب اجزای جمله جا به جا شده. اینجا مثلا جز از جام توحید هرگز ننوشم، اونجا کاری نداریم. منش اینجا، من جز از جام توحید هرگز ننوشم، نهاد نیمده، نهادش اینجا شناسه یه فعل هست. اما اینجا فعل رو عوض کرده دیگه، اگر با تیغ ستم گردن مرا بزنی، زنی باید از اینجا بیاد اینجا، این شیوه بلاغی است. من آزاده از خاک آزادگانم، من آزاده ای از خاک آزادگان هستم. اینجا دقت بفرمایید، گل صبر می پرورد دامن من، دامن من گل صبر می پرورد، این نهاده، این مفعوله، اینم فعل. پس جا به جایی ارکان جمله اتفاق افتاده، شیوه بلاغی، دامن من گل صبر می پرورد میشه شیوه عادی. کنون رود خلق است دریای جوشان، اکنون رود خلق به دریای جوشان تبدیل شده است. خرمن وجودی من به خوشه، همه وجود من به خوشه از خشم تبدیل شده است. فعل باید بیاد آخر جمله. نه تسلیم و سازش، نه تسلیم می شوم، نه سازش می کنم، نه تکریم می کنم تو را، نه خواهش می کنم. اونا حالا معطوفن به هم دیگه. بتازد به نیرنگ تو توسن من، توسن من نهاد، در برابر نیرنگ تو بتازد، فعل باید بیاد این متمم یا گروه متممین هم که مضاف الیهشه، اینجا باید بتازد بیاد آخر جمله. توسن من با نیرنگ تو می جنگد، حمله ور می شود. مپندار این شعله افسرده گردد، مپندار یه جمله، این شعله
نهاد افسرده مسند گردد فعل اسندی که بعد از من از مدفن من افروزد فعل جا به جا شده. پس بنابراین این شیوه بلاغی است. بریم سراغ بقیه مطالبش. برای واژه افسرده دو معادل معنایی بنویسید. خب خاموش، یخ زده، منجمد، یه معنی دیگه بنویسم ملول و عرض کنم خدمت شما کسی که ناراحتی روحی دارد افسرده است. بیت زیرا بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی مرتب کنید، سپس اجزای جمله بیت را در جدول قرار دهید. من ایرانی ام، آرمانم شهادت. من نهاد، ایرانی مسند، ام مخفف فعل اسنادی، آرمان من شهادت است. آرمانم نهاد، شهادت مسند، اسب قینه لفظی محذوف، تجلی هستی جان کندن من. جان کندن من نهاد، گروه نهادی دیگه، مسند، گروه مسندی، استم فعل اسندی. پس من ایرانیم، آرمانم میمش مضاف الیه دیگه، این میم مضاف الیه، شهادت از جان کندن من تجلی هستی است. جان کندن من تجلی هستی من است. اینم گزارش دیگه. این صورت نظر قالب و مضمون با شعر مهر وفا هر دو غزل هستن. شکل قرار گرفتن غزل این است که مصرع اول بیت اول با سایر مصرعهای زوج یا مصرعهای سمت چپ یا مصرعهای دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم و دوازدهم اینا هم قافی است. بله، اما محتوا فرق میکنه. در غزل مهر وفا عاشقانه عارفانه است، محتوای غزل عارفانه است. اینجا حس میهن دوستی است، عرق به ملت و شهادت طلبی است، عرق به میهن و فرهنگ و هویت ملی است. محتواش اینجا فرق میکنه وگرنه قالبش یکیه. از زمان مشروطه به بعد رسم شد که غزل تا اون زمان فقط عاشقانه و عارفانه بود، ولی از مشروطه به بعد رسم شد که غزل های اجتماعی گفته میشه که محتوای اونها مسائل سیاسی اجتماعی است، آزادی خواهی و امثال این هاست. خاک، میهن، سرزمین، شعله، حس ملی گرایی، حس آزادی خواهی، میهن، سرزمین، شعله، حس آزادی خواهی، حس میهن دوستی. اینم که شیوه بلاغی رو خدمتون توضیح دادم. اما بریم سراغ
بیت آخر، جز از جام توحید هرگز نه، جز از جام توحید هرگز ننوشم، زنی گر به تیغ ستم گردن من. تازه بر خاکی درخت و تن و من مکسن. مضمون بیت های دوم و سوم را به سروده زیر مقایسه کنید. تا زبر خاکی درخت تنومند، مکسل از این آب و خاک ریشه پیوند. خب هر درختی ریشه در خاک داره. ما آدم ها هم بر اساس اون حس ملی گرایی و میهن دوستی ریشه در خاک داریم. درسته در دنیای امروز ادعا میشه که جهان سرزمینی است، حس ملی گرایی داره کم رنگ میشه از بین میره، ولی این در فرهنگ ما بوده هست، چون ما شرقی ها و ما مخصوصا ایرانی ها حس ملی گرایی داریم، رابطه عاشقانه با سرزمینمون داریم. هر جای دنیا با بهترین شرایط و امکانات رفاهی هم زندگی کنیم، اگر دور از سرزمینمون باشیم بازم این حس رو به نظرم داریم سرزمین خودمون. تا زبر خاکی، زبر یعنی بالا رویه، تا بر بالای خاک در این دنیا قدم میزنی بر زمین خاک، ای درخت تنومند، من و شما رو میگه، ای انسانی که بر این خاک قدم میزنی، مکسر از این خاک ریشه پیوند، ریشه پیوند خود رو از این سرزمین، از این آب و خاک قطع نکن. خب اونجا هم گفت من آزاد از خاک آزادگانم، گل صبر می پرورد دامن من. بیت دوم و سوم مقایسه کنید، گفته دوم و سوم یعنی این ابیات، تنم گر به سوزی به تیرم به دوزی، جدا سازی خستر از تن من، کجا می توانی ز قلبم رو بایید، عشق میان من و میهن من. حس ملی گرایی در این دو بیت کاملا موج میزنه. اونجا هم میگه تا زبر خاکی ای درخت تن و من، مکسل مگسل از این آب و خاک ریشه پیوند. ای انسانی داری برای توی نوجوان نداری میگی که یعنی عرق به سرزمینت، به آداب و رسومت، به فرهنگت، به پیشینیان و آنچه که زمینه تربیت و رشد و پویایی تو را فراهم کرده است به اون عشق داشته باش، علاقه داشته باش و این رو از بین نبر. پس حس ملیگراهی الغا می کند هر هم این دو بیت و هم این بیتی که در قلم روی فکری آمده است، بیانگر حس ملیگراهی به شدت. حس ملیگراهی و گرایش به فرهنگ ملی را توصیه می کند. در کدام بیت به مفهوم آیه شریفه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون اشاره شده؟ تجلی هستی جان کندن من، تجلی هستی است در این بیت، در این مفهوم یعنی میگه که حتی من اگر هم ببینم زندگی من، وجود من از بین نرفته، بلکه به گونه دیگر جلوه‌گری میکنم. روح شهادت طلبی در انسان رو در راه میهن سرزمین و فرهنگش رو تقویت میکنه. جان کندن من و جان دادن من جلوه‌گری دیگری است از اون زندگی ما.